سلام افغانستان هستیم و تمام شما عزیزان خوش آمدید میگم به بخش گپ سلام افغانستان. امیدوار هستم که بخش پیشتر و بخش پیش از اونم دیدنده بوده باشین و لذت هم برده باشین. در این بخش هم مهمان خیلی عزیز و خیلی بزرگوار در کنار ما می باشه و صحبت های خیلی خودمانی با اونا می داشته باشیم. اما اینکه مهمان ما کی هستن راضیه برتون میگم. بله، تشکر مسوره جان و همتون عزیز. در آغاز برنامه هم درباره مهمان برنامه صحبت های داشتیم و فعلا همیشان را دعوت میکنیم به برنامه و قسمی که مسوره جان هم گفت صحبت های خودمانی با ایشان می داشته باشیم. آقای نظری پریانی روزنامه‌نگار هست و فعلا هم تشریف میارن. خوش آمدین آقای پریانی. سلامت. صبحتون بخیر. زنده باشین. صبح شما بخیر. خوشحال هستم از اینکه شما رو در سلام افغانستان داریم. یک برنامه کاملا متفاوت شاید براتون باشه، بخاطر اینکه صحبت‌ها دوستانه و صمیمانه و خودمانی تر هست. قبل از صحبت‌ها ادامه بدیم، صبحانه داریم، اگر دوست داشته باشین و میل داشته باشین میتونه صبحانه ما استفاده کنه. صبحانه یک وضعیت داره که من بدون میلم به تمایل بیشتر پیدا. شما سلامت باشین، زنده باشین. و شما معمولا چه دوست دارین در صبحانه میل کنین؟ خب من تو خوردنی باشه، نرم باشه، هر چیزی که باشه، نباشه، سنگ نباشه. پس چقدر فامیل با شما راحت هستن؟ چون بعضی کسا هستن که خیلی در این قسمت مشکل دارن، ای چیز نباشه، ای چیز نمیخورم، ای غذا رو دوست ندارم. این موارد هست در بعضی فامیل ها، ولی در فامیل که شما هستن اتمن خیلی راحت هستن، چون شما میگین هر چیزی که باشه من میخورم. بله، تعریف خاصی برای صبحانه یا نهار یا شام اعمال نمی کنیم، فقط همو تمیزی غذا و کیفیتی که می باشه. پس صحی غذا بسیار مهم است. دقیقاً، چون ما غذای ساده که در افغانستان داریم اگر ازش استفاده کنیم ویتامین خوب می گیریم، تا بریم به دنبال برخی چیزهای دیگه که در کمتر میشه ویتامین خوب پیدا کرد. دقیقاً. بله، پس صبحانه نمی گیرین؟ فقط یک چیزی می نوشیم صبحانه. بفرمایید، جوس هم می گیریم، میریم طرف مسئول جان و صحبت ها رو در آنجا ادامه میدیم. بفرمایید. سلامت باشیم. خوشحالم. شما بخیر، خوش باشین، سلامت باشین. جوس نرمم هست، سردم هست. از سنگ گفتن که سختتر نباشه. از سنگ نباشه، سخت نباشه. سخت نباشه یعنی خیلی دندان ها خراب میشه. امروز کسی در کنار خود داریم که بیشتر خواسته حقایق را برای دیگران بازتاب بده و امروز هم آوردم که حقایق زندگی خود را هم بازتاب بدن. آیا امکان داره؟ ببینیم حقایق دا حقایق است. راست نباشه. حالا یک وقت از تو نخواهیم که راست داره بگوین، شما قصه کنیم. ببینیم خب اگر تا حدی که امکان داشت و در توان ما بود برای را نه صداقانه کنم جنبه ممکن برای پنهان کردن در عمر شخصی به عنوان کدام مسئله نداریم خوشبختانه، اما شاید موارد را انسان نخواهی که شریک بکنه. دقیقا. بله، دو قسمت داره، دو قسمت ما همکاری میکنیم. شاید بعض هم مسلکان ما که ما عضو یک خانواده هستیم و کسانی شما را مشناسن شاید بیشتر با موارد کاری که شما داشتین آشنا باشن. بله. و کمتر از زندگی شخصی تون. بله. میدانن. ولی ما امروز کوشش میکنیم بعض موارد که کسایی که شما را مشناسن نمیدانن بدانن. دلخواست از اینجا آغاز میکنیم که کار در عرصه مطبوعات و رسانه را چه وقت آغاز کردین؟ بسیار خوب، ما تقریبا همپا با تحولی که ایجاد شد، یعنی بعد از جمع شدن گلیم طالبان در 17 سال پیش، 18 سال پیش، ما دقیق وارد عرصه رسانه به شکل به اصطلاح موتور شدیم. از اون فضایی که طالبان حاکم بودن، تبعیض برای دخترها و بچه های اون زمان بسیار سخت بود و وارد شدیم، اگرچه بسیار در انفوان نوجوانی و یگپا بود، اما وارد کار رسانه‌ای شدیم.
و شروع کردیم از همکاری با رسانه هایی که در اون زمان فعال بودن، چه در چوکات برخی رسانه های دارا دولتی و بعدتر که خود ما باز رسانه ایجاد کردیم، افتنامه ایجاد کردیم و اینا و نهادها ساختیم و سرانجام تایی که قدم به قدم اومدیم و از 10 سال به این طرف حال مصروف به مدیر مسئولی هستم در مدیر مسئولی روزنامه ماندگار. بله. یعنی این 17 سال تقریبا کار ما در عرصه رسانه بوده. بسیار عالی. 17 سال کار در عرصه خبرنگاری و شاید در این 17 سال حقایق خیلی زیادی را شما گفتین و شاید هم خیلی انتقاد شدین، خیلی شاید حرفا هم در این باره شنیده باشین. میخواییم یکی از همین حقایق را که شما بازتاب کردین، یکی از چیزی که واقعا میدونستین که اگر ای را یاد کنین یا مثلا بگوین براتان مشکل ساز باشه، او کدام حرف بوده یا کدام حقیقت بوده؟ میدونین که 17 سال کار در رسه روزنامه‌نگاری، او را هم در یک جامعه مثل افغانستان. بله. و او را هم که آدم از دوران بچگی و نوجوانی شروع میکنه، یعنی در واقع پیر شدیم با کار روزنامه‌نگاری. ای در یک جامعه که آشنایی ندارن با الفبای آزادی بیان، با الفبای انتقاد، اینا بیدشواری نبوده. و ما از اون زمانی که ما کار کردیم، دو سنخ از کار بران در عرصه رسانه در جامعه فعال بودن. یکی کسایی مثل ما که از درون جامعه آمدن، از یک فضای دیگه وارد عرصه روزنامه‌نگاری اینا شدن، کار را شروع کردن. و یکی کسایی که از بیرون آمده بودند با پشتبانی های خارجی و با امکانات، اینا وارد میدان شده بودند و اونا وضعیت امنیتی و گپایشان بهتر بود و از ما نبود. علی رغم این وضعیت ها و امکاناتی اندکی که داشتیم و در روز زمان که باز من رسانه شخصی 2 تا 7 نامه را احداث کرده بودم و جمعی از بچه ها و دخترها در مصرف کار بودیم، طبیعی است که مشکلات ما فراوان بود. به این دلیل مطلبی را که نشر می کردیم مخصوصا با زبان انتقادی، می دانستیم که به اصطلاح به مذاق رئیس جمهور خوش نمی خوره، یا به معاونش بد می خوره، یا با وزیر یا به دیگه. اون زمان دغدغه طالبان البته کمتر بود، چون طالبان تقریبا از افغانستان جمع شده بودند و کمتر تصور می شد که این وضعیت دوباره بر بگرده. اما با وجود از اون با مشکلات زیاد مواجه بودیم. همیشه تهدیدات بیشمار تلفنی یا تا تهدیدات حضوری افراد وجود داشت. در برابر کلی ازی مقابله کردیم و مخصوصا که در مواردی که برای ما دسته سازی شد، یک بار در یک دوران ماموریت ما در روزنامه نگاری مدیریت خبر یک روزنامه معروف به نام پیمان با عهده داشتم تقریبا 11 سال پیش، که در روی یک مطلب نادرست به شکل غیر مستقیم به نشر رسیده بود، که مطلب یک مطلبی بود که نباید نشر میشد، چون در مقدمه از او به مقدسات یک توهین شده بود. او نشر شد که ما نفهمیدیم چگونه او نشر شد، یک دسیسه بود و من هیچ مسئولیتی در او نداشتم، هیچ نوع مسئولیتی در قبال نشر از او مطلب نداشتم. خب من زندانی شدم تقریبا 10 روز، این جنجال باسته ای که قایق برملا شد و اینا کاری بزرگان و احلال رسانه و مردم اینا، او یک قضیه بود. روزنامه باز بسته شد، یعنی خیلی برای من سخت گذشت، روزنامه به او خوبی بسته شد. بعد از تعدادات زیادی متوجه من بود، مدتی را در یک در اختفا یا در حالت پنهان بسر بردم تا وضعیت نرمال شود. بله. بعد از او که در ماندگار آمدیم، کار در ماندگار بسیار سخت شد، چون ماندگار یک روزنامه بود که در یک شرایط بسیار خاص وارد کارزار شد و ما هم با زبان انتقادی با مسائل برخورد میکردیم. باز مشکلات زیاد برای ما ایجاد شد، هم با گروه هایی که با مواد مخدر سر کار داشتن با اینا مواجه بودیم، چون مبارزه با این مسائل و همه دیگه با فاسد و مافیای که در دولت سهیم بودن و همه دیگه با دشمنان مردم افغانستان مبارزه میکردیم. و هم در قضایای انتخاباتی
خب من فکر میکنم این موضوع خیلی بزرگ هست و وقت برنامه خیلی اندک هست. درست. اگر بیشتر روی مسائل دیگه صحبت داشته باشیم بهتر خواهد بود. خب بریانی، بدون شک جدیت در کار یک اصل هست، جدا از اینکه که در مسائل کاری جدی هستین، جدا از اون مثلا در زندگی که چگونه بیان کنم، یعنی با دوستانتان، با فامیلتان برخوردتان چگونه میباشم، معمولا با همین جدیت هستین؟ چون ظاهرا خیلی آدم جدی به نظر میاد، جدی رسمی و قالبی. با دوستا و در یک جمع خودمانی شما چگونه برخورد با دوستانتان و اعضای فامیل دارین؟ برخورد ما باور دارم که نحوه مدیریت ما از ابتدای کارم تا اکنونم در محیط کار و هم در محیط خانواده یک روش تساهلی است. در هیچ مورد با همکاران خودم بسیار سخت نمیگیرم. موارد اشتباهات فاحش وجود می داشته باشه از همکاران ما و موارد هم گاهی برخوردهای میشه که آدم انتظارش نداره، اما باز خوشبختانه ما هیچ گاهی نشده که به دلیل یک صدای بلند یک همکار یا گفتگو با یک کسی بسکینی بدل بگیرم و بعد تو را ریگ کفش بریزو بسازم و بعد را اخراج کنم و بعد بریزو مشکل خلق کنم. بله. ای گپا در مدت من است. و این در افغانستانی که سطح تربیه هم بسیار پایان است، در افغانستانی که آموزش های خوب خود نه در محیط خانواده است و نه در محیط مکتب دانشگاه در قسمت تربیه و کنش های شخصی افراد، گاهی در افغانستان جواب درست نمیده. اما من چون یک کمی حوصله هم دارم با جوانایی که کار کردیم، خوشبختانه باز راضی هستند و گاهی خودشان از یکان برخوردهایی میکردن پشیمان میشدن. و این خوب است که به عنوان یک دوست و یک رفیق در محیط کار برایشون حضور دارم. ما در محیط خانواده با فامیلم، با همسرم، با کودکانم بیشتر، یک با برادران، اینا همه یک روی رفیقانه و دوستانه دارم و گاهی ممکن ما کمزورتری نشان شوم در برخی از موارد و سعی میکنم در حقیقت میدان داده شوه به اعضای خانواده که همونا بتانن عرض اندام بکنن و حرفشان بیشتر به کرسی بنشینه. یعنی یک نوع تعامله که من میدونم در محیط خانواده بسیاری ها چنین چیزی را نمیخواین انجام بدن، باز ما فضای خانواده هم فضای مثبت و خوب است و کودک های ما هم یک وضعیت الله از را شوخ و پرسر صدا و اینا هستند در خانه، اما بان هم شما سعی میکنم که یک روشی را به کار بگیرم. بله. که بازی خوب داشته باشم. بله. و تکیه کلامتون چی هست؟ تکیه کلام مختلف. وقتی که صحبت میکردم با دوستان میگفت تلفن که میکردم میگفتم مثلا اسم شما چی هست؟ مستوره. مستوره جان چطور هستین؟ خوب هستین؟ خداحافظ، روزگارتان به کام. یا میگفتم روزگارتان به کام است. روزگارتان به کام. یک وقت متوجه شدم که تکیه کلام چند دوست دیگه هم که از ماشین استفاده کردن. باز می روحا کردم. می رقم یک چند مورد دیگه هم که البته نه به شکل تصنعی، گاهی ایجاد میشه، چون بس تکیه کلام رابطه به اعصابم داره. بله. گاهی کسایی هستن که مواردی را از عصبی همیشه تکرار میکنن و گاهی شما میخواین یک واژه را انتخاب بکنین که در کاربرد روزمرهتون به شکل اسپیشال و ویژه خود شما باشه که با دوستانتان با تعامل بکنین. وزی در جامعه که از تقلید میشه و ما در فیسبوک یک تکیه کلام فیسبوکی هم داشتم زمانی که اکثر خود نشر میکردم، مثلا خودم عکس خودی میگرفتم یا سلفی ایده در فیسبوک نموندم، میگفتم خب شکار شدیم یا راست میششتم شما عکس میگرفتین، باز من خودم در فیسبوک میگفتم ولی روز شکار شده بی شکاری که میگفتم برای چاشنی تنز همراه بوده. وقت متوجه شدم به نصف اولی فیسبوک افغانستان رو میگن امروز شکار شدیم، بازی تا که کلم فیسبوکی رو میخواییم کم کم رها کنم. زیاد شده چون من فکر میکنم که بیشتر همتون رو یاد گرفت. اما گهگوی موقت انسان ها شکار کم رمشن. اون که شما شکار کم رشوین و بعد اون شکار شدن جذابیت نازم خودش هم ندارو شوخی را که میخواییم بکنیم با دوستانتان. یکی شما مستقیم عکس میگیرین و بعد میگین که ما شکار شدیم. خودم شده. و میگین مستقیم میگین ما شکار شدم ولی خودم یا کسی. و دوست شما میبینه که خود تو راست ساده سی شخ عکس گرفته یک کسی و تو دایی شکار بود میخنده. بسیاری که شکار شدیم خنده ایجاد نمیشه. بله.
واقعا خاطرات خیلی زیاد هسته و انسان ها اگر در یک عرصه کار میکنن، در یک جای درس میخوانن، در زندگی خاطرات خیلی خوب و بد رخ میدن. ما امروز نمیخوایم در مورد بدی ها صحبت کنیم، فقط دوست داریم در مورد چیزای خوب صحبت داشته باشیم، خاطرات خوب و یادداشت هایی که وقتی که به یاد ما میاد ما رو به خنده میاره، همون گونه مثل شکار کمره ها که میشین. میشه بر ما یکی از خاطرات خوب دوره کاریتان را بگوین، خاطره خیلی خوشایند که واقعا هر باری که به یادتان میام شما را به خنده وادار میکنه یا شما را به خنده میاره؟ دقیقا از این خاطرات میتونه در مدت 17 سال کار وجود داشته باشه. منتها یک خوبی که ما داریم که میشه داشتن همکاران خوب، دوستان خوب در محیط کاری، خودشون فضای سرشار از شادی و خنده را همیشه ایجاد میکنه. اما گاهی یک همکار ما داشت یک گزارش نشر میکرد، یک مصاحبه را، و او منبع نباید در حقیقت گزارش نشر میکرد و منبع از او خبر و گزارش نباید در روزنامه نشر میشد. بعد میگفت که منبع آگاه یا یک عضو مجلس نمایندگان یا یک وزیر که نخواست نامش افشا شده، اینی جزئیات به اختیار روزنامه ماندگار قرار داد. بعضی همکارای ما کار کرده بودن، گفته بودن یک منبع آگاه یا یک چیز که نخواست نامش افشا شده، اما عکس هم یادم باید گزارش هم نخواست نامش افشا شده، اما چهره پیش از نشون متوجه مسئله شدیم و از این بیانه شده منوشه که یادم نمیشده. جالب است. بعضی سوالات دیگه هم پیش ما هستن، من خیلی کوتاه سوال میکنم و دوست دارم که شما هم خیلی کوتاه بر من جواب بدین. سوالات کوتاه و تو اینو خطرناک میباشن ها. همیشه جواب کوتاه خیلی چی میباشه؟ خطرناک هستن. اما نترسین، ما سوالات خطرناک از شما نمیپرسیم. شخصیتی که حال هستین، اگر غیر شخصیت دیگری میبوده میخواستین کدام شخصیت باشه؟ من ترجیح بدم به شخصیت خودم باقی بود. در فامیل چه کسی رو بیشتر از همه دوست دارید؟ در کجا؟ فامیل. فامیل را؟ نه، کی را؟ یکی از اعضای فامیل. انتخابش سخت است. مشکل هست، اونا ممکن نیست انسان ها. اونا هم سر خود دوست بذاشته باشم. همسرتان؟ رقیب سیاسی دارید؟ سلمان. اسم؟ نمیخوایم نام ببرم. دوست صمیمی و مخالف عقاید و باورهایتان دارید؟ صمیمی اما مخالف عقاید و باورهای بیشتر دارم. بله، دوستای صمیمی هستم که با باورهای من موافق نیستن و من با باورهایشون موافق نیستم. چگونه انسانهایی را هرگز نمیتونید تحمل کنید؟ انسانهایی که به ریاکاری و دروغ و خیانت خو کرده باشن تا زندگی من کمتر جای میداشته باشن. نظرتون در مورد توافق با طالبان چیست؟ باید به ثبات افغانستانی توافق منجر شود، در غیر از او اگر طوفان بیاره و مشکل خلق کنه. غذای مورد علاقه تان، شما بیشتر یاد کردین فقط خورده شود، اما باز هم یک چیزی هست که با خوردن از او لذت بیشتر میبره. من عاشق زیادتر دوست دارم. بسیار عالی. مکان تفریح مورد علاقه تان؟ فضای باز و جایی که در او بتونیم با طبیعت آشنایی هست. تصویر روی موبایلتان عکس کی هست؟ قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود. باد رنگ مورد علاقه تان؟ من دو تا رنگ بسیار دوست دارم، یک رنگ سفید و دیگر رنگ آبی. رنگ سفید و آبی، دو رنگ آبی. سال بله. چند تصویر نزد من هست؟ بدون شک مدت را که شما در روزنامه‌های مختلف کار کردین خیلی زیاد میدانین، حتی بیشتر از کسای دیگه شاید درباره شخصیت های اشخاص و شخصیت ها بدانین. نظرتون را میخواییم داشته باشیم درباره این شخصیت ها. حالا شخصیت های متفاوت هست، ببینیم چه نظر دارین. البته بسیار کوتاه بیان میکنین. خوب. نظر و دیدگاه شما درباره این شخصیت چه هست؟ درست. اولین تصویر، صدیق صدیقی. دوست بسیار خوب، شخص بسیار عالی. جناب امرالله صالح. سیاستمدار فرصت شناس. جناب نبیل صالح.
سیاستمداری که تازه میخواد تجربه شود. و من نمیدانم این بانو رو میشناسن یا نمیشناسن، ولی تا جایی که من معلومات دارم همه شاید بشناسن، مخصوصا کسانی که کاربران صفحات اجتماعی بیشتر میشناسن. بانو سهیلا سحر کاندیدا هم بودن در پارلمان. آشنایی ندارم دربارش. اصلا نمیشناسن. نه. عکس شما دیدم البته آشنایی ندارم. فقط عکس شما دیدم چون در فیسبوک خیلی زیاد فعال هستن. بانو ویدا ساغری. خانم پرتحرک جنجالی. دقیق. بانو مریم سما. وکیل جوانی که زیر اتهامای بسیار سنگین قرار داره اما آه نمیکشه. فکر میکنین اتهام است فقط؟ حرفای بیهوده. جناب خلیلی صاحب. سیاستمدار پیر و فرصت طلب. جناب سانک زیسا. معلم با گرایش های سیاسی خاص. گرایش های سیاسی خاص. اصولی سر. چهره فریبنده که برخی میخواین خیلی ملی باشه به خاطر جوان بودنش اما متاسفانه بسیار متعصب است. ایشان استاد سیف یک شخصیت دانشمند افغانستان است. جناب عطا محمد نور یکی از سیاستمداران عیار است. عیار مردم افغانستان ایشان خوب میشناسند و من عامل بحران افغانستان قرار دادشون میکنم. عامل بحران افغانستان. دکتر سیما سمر. فقط رئیس کمیسیون حقوق بشر که حالا مستعفی شده. آخرین تصویر البته بیشتر برمیگرده به شخصیت های فرهنگی کشور. کی هستن ایشون؟ آقای سلیم شوی؟ بله. یک هنرمند آماتور. آماتور. بسیار جواب کوتاه و اما عالی در مورد تمام شخصیت ها. موسیقی داریم و شما هم گهگاه موسیقی میشنوید. شک زندگی بدون موسیقی ناممکن هستن. همه گی میشنوید. و اون شخص که میگه من موسیقی نمیشنوم امکان ندارم. یعنی من مطمئن هستم حتما میشنوم. بله. بله. ما هم یک بسته موسیقی آماده کردیم و میخواییم ذوق موسیقی شما را بدانیم که شما چگونه موسیقی را میخواییم بشنویم. اگر قرار باشد از سه بسته که ما آماده کردیم یکی را برای شنیدن انتخاب کنیم کدام را انتخاب میکنیم؟ آماده هستین؟ بله میشنویم. وفا کن وفا کن مرا تو از جبره ها کن رها کن بسای خورشید صدا کن صدا کن دوای دردم تو دردم دوا کن عواشقان حلال وینا سرگی کدام یک؟ من فکر میکنم کلشون یک بسته بودن بسته که مورد علاقه من بود. اگر قرار باشد مجبور شد یکی را ما بیشتر از بسند در شنیدن آهنگ بیشتر تمایل دارم به مو آهنگ های وزین و گرنگ کلاسیک مثل مو چهره های ترازی اول هنر افغانستان غزلایی را که خواندن و سبک احمد ظاهر و ظاهر هویدا ساربان این سبک ها بیشتر در خیال خلوت ما که میخواییم موسیقی به شما جا داره و از جوان ها هنوز نسل نوی که موسیقی میخوانن ما در قسمتش دو مسئله بسیار سخت گیرستم یکی شیر و دیگه موسیقی که چی را بشنوید بیشتر ما
گاهی موسیقی میشه اون دنبال اسمش هم نمیگردم که واقعا کیست، فقط صدا و کیفیت کارش برای مثال مهم است. موسیقی های خوبه که در افغانستان خوانده شده را میشنم، گاهی هم از هنرمندان توانای ایران میشنم و گاهی هم برخی چند هنرمند آمریکایی که من موسیقیش را موسیقی یعنی عزیز سیوسته هیچ کدام دوست نمیشنم. با این سبک آهنگ ها را نمیپسندم. به هر کس ذوق و سلیقه خود را داره. به نظر من این آهنگ هایی که شما به نام سیوسته انتخاب کردید در چاشنی ذوق ما اینا شامل یک بسته از چی هست؟ یعنی تمامشان آهنگ های شاد بودن. خب هر کس ذوق و سلیقه خود را داره، هر کس آهنگ های متفاوت را میشنوند. و یک چالش دیگه هم هست در ازیزم؟ بله، یک مورد دیگه هم مربوطه بخش میشه، البته که همکاران ما صدا یکی از آوازخوان های ما را کارتون ساختن به شکل کارتون که بسیار بسارت میره و ببینیم شما تشخیص داده میتونید که هست یا خیر. لا مدری از سفر بعد سالهای دران با هم به هوای عشق تو کرد چون کبوتر که نگل کرد پروار چیزی ده که دوست دارین و مطمئن هستن هم شناختین. بله بله، احمد زهر خودش هست. چیزی ده که دوست داشتین که صدایش بشنوید؟ بله کاملا، احمد زهر خب از اون کودکی که من موزیک میشنیدیم از احمد زهر میشنیدیم. بله، یک دید بسیار متفاوت داره نسبت به هنرمندا و مخصوصا کسایی که در این چند سال اخیر در عرصه هنر موسیقی کار میکنن. اصلا کارشون رو در عرصه هنر موسیقی قبول ندارن یا میگین که شما فقط دوست ندارین؟ نه، برخی کارشون به موسیقی ما خب نظر به خاطر ما باید بدم که چون من یک کسی که در عرصه موسیقی سعی کرده باشم که فکر کنم نیستم، من فقط موسیقی را در حد اندازه‌ای که درش کمی مطالعه دارم و میشنوم و میدونم. مثلا گاهی که برخی تلویزیون ها برنامه های پخش میکنن از مسابقاتی که وجود میداشه باشه بین آوازخوان و اینو، من گاهی میتونم دقل به خودم نظر بتم که این چطور است یا این چطور است، اما کاری که اخیراً این هنرمندان جوان میکنن من یک چند نفر یک تازه میبینم، زیاد مشهور هم نشدن، کارشون خیلی خوب است. بله. و از این بچه های جوان هایی که مشهور شدن اکتدارشون واقعا میتونن فردا آدم های توانه باشن. یعنی کاری که میشه طرف افغانستان در یه خوب است. سپاسگزار هستم جناب پریانی سوزین که آمدین به برنامه، واقعا لحظات خوبی با شما داشتیم، از تجربیاتون هم استفاده کردیم. یک جهان ممنون. سلامت باشید عزیزان. در این لحظات هم ما یک میان برنامه خیلی کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم.